آقای شهرام جزایری هم که شما توی برنامه قبل فرمودین که ایشون مظلومانه حبس کشیدن و بعد خبرهایی شنیدیم که روی مرز ایشون توی حالا به بار ترانزیت عدس ایشون لای عدس داشتن از کشور خارج می شدن و این هم خب باز ابهاماتی داشت چون خود ایشون هیچ موقع اقراری ازشون نیومد که در حال فرار بودن و آقای طاهری هم این مورد هم خیلی ما بعد از اون برنامه طرفدارای ایشون ریختن سرمون گفتن که آقای دکتر علیزاده طباطبایی وکیل حکومت هستن و آقای طاهری هم خیلی وقته که فوت شدن ایشون دارن این قضیه رو پنهان میکنن. این چند مورد رو ما خیلی خلاصه ازش گذر میکنیم و طی این دو سال هم شما دو تا پرونده جنجالی دیگه داشتین. از آقای شهرام جزایری لطفا شروع کنیم. این آقای شهرام جزایری همطور که در اون برنامه گفتم واقعا مظلومانه نزدیک 10 سال زندان بود، در صورتی که شهرام و زمانی که گرفتن هنوز اولین قسط سررسید اولین قسط بدهی بانکیش هم نرسیده بود و زمانی هم که رفت زندان اموالش دست دستگاه قضایی بود. چه اتفاقاتی براش افتاد؟ نهایت دیوان عالی کشور حکمی که در موردشون داد بود که در اون موردی که متهم شده بود اخلال در نظام اقتصادی مرتکب جرم نشده، بعد اومدن به دلایل دیگه محکومیت هایی بهش دادن که هم تو اون جلسه بحث کردیم. الان ایشون فکر میکنم 7 سال حبس دارن اخیرا. خب من با ایشون دیگه ارتباطی نداشتم و این قضیه اخیرم که برای ایشون پیش اومد، ایشون خب خارج رفتن که نیاز نیست آدم تو بار عدس مخفی بشه. مرزهای ما گسترده است، چند هزار کیلومتر ما مرز داریم و آنچنان کنترلی هم رو مرز نیست. برای رفتن خارج نیاز نبود کسی تو بار عدس مخفی بشه. بعدا شنیدم، البته من در جریان پرونده نیستم، شنیدم که شاکی خصوصی داشته و خب چنین محکومیتی گرفته که خیلی منطقی به نظر نمیاد. من تصور میکنم ایشونو فریبش دادن، میخواستن یه فضا سازی کنن، چیزای دیگر رو تحت تاثیر قرار بدن. فریبش دادن و بردن سر مرز و همونجا دستگیر کردن آوردن. و اگر نگفتم خروج غیرقانونی از مرز مجازات سنگینی نداره. چقدر مجازاتش؟ عمدتاً الان حضور ذهن ندارم ولی کمتر از 6 ماه حبسه و عمدتاً تبدیل به 100,000 تومان جزای نقدی میشه. ما ده ها و صد ها مورد از این خروج غیرقانونی رو باش مواجه بودیم که یه مجازات جزای نقدی جزئی میده.